و این تاریخی کارشناسا برای ما فرستادن 3/4/88 بوده که از اونجا برای ما اومده. کار ما عملا کار تخصصی و تشخیصیه، ما به این کاری نداریم به هیچ عنوان که فرد چه کاری بوده، گرایش سیاسیش چی بوده. میگه یک نفر رو با کارت بسیجی گرفتن، کسی بود که با موتورسیکلت از یه جهت روبرو میومد. وقتی که این اتفاق افتاد من این بلبشو استفاده کردم، این هنسفری مو آوردم جلو، کدم رو اعلام کردم، گفتم آقا اینجا تیراندازی شده. وقتی اینو اعلام کردم شبیه که مرکز به من جواب نداد، من دنبال زاربه بودم، زاربه رو ببینم کی بوده تیراندازی کرده. یه مقدار نزدیک نیمه خیامون اومدم حواشی رو نگاه بکنم، بیسیم من صدا کرد و این صدا کردن بیسیم من باعث شد که جلب توجه بکنم. یه شخصی هیکلی جلوی من سد کرد و یخی من گرفت که شما اینجا چیکار میکنی و کارتتو نشون بده. من داشتم بهش توضیح میدادم، جمعیت دور ما رو گرفت، هجوم آوردن، اول بیسیمی که بغل پهلوی من بود کندن، لباس منو پاره کردن تا این بیسیمو در آوردن از پهلو، چون من مقاومت میکردم اجازه نمیدادم. توی این هنگام یکی از پشت با چوب خیلی محکم به سر من زد و توی این هنگام بود که من دستم دیگه قدرت نداشت، رها کردم و بیسیم از دست من رفت. این تو اون وسط خیابون سالهی به مردم گفت این هارون‌زاده رو بزنین نصفش کنین، وسط نذارین بره. این کلمه رو هم گفتن اونجا، نمیدونم سیدیه رو دارین لخ کرده برو میگه که حسن داری میگیری داری میگیری داری میگیری، اونو دیدین اون سیدیه رو؟ نه ایدین برو میگه داری میگیری، میگه آره دارم، اینجوری میگه سیز یعنی صدات پخش نشه. باز دوباره جمعیتی که بود نمیدونم کدوم شخص بود جیب منو پاره کرد و مدارکایی منو تو جیبم در آوردش. و کارت شناسایشو گرفتن که کارمند یعنی از بسیج بود. کار عملیاتی ما انجام نمیدادیم که بگیر و ببند توش داشته باشه، ما فقط صرف این بود که رصد بکنیم صحنه ها رو. وقتی مردم چیز میکردن داد میکشید screaming و میگفت من نکشتم، نمیخواستم بکشم، ببخشید I want to kill her. من اصلا نگفتم نمیخواستم بکنم، گفتم من اصلا اسلحه نداشتم که بخوام بزنمش. عقل سلیم حکم میکنه که کسی که اگه این کارو میکنه از صحنه بره، وای نسته، اما من وایستاده بودم. تو دیدی اسلحه در من دست من ندیدی، اگر اسلحه رو ندیدی تو چیز که پیدا نشد که من با خودم که هم نکردم که لباس کنده شد. الان صبر میکنم، میخورم، میریزم تو خودم، با اون صحبت میکنم، میگم نگاه کن چه اتفاقی داره میفته، تو میدونی، خودت میدونی، شاهد این قضیه بودی، دیدیش چی به چیه، حالا خودت هم یه جوریش وازش کن. به کی بیام این شرایط رویی رو بگم؟ کی درک میکنتش؟ کی این تجربه رو داره؟ به هر کی میگم بگم آقا من وصیتمو کردم. برعکس پشت سرتون نگاه کنه، میخوام به خیابون نگاه کنه. یعنی همه خیابون درست من بغل این 206 وایستاده بودم، اینجا یه در کرم رنگ ماشین رو من درست چسبیده بودم به وسط در وایستاده بودم، شما درست اینجا بعد جدول وسط خیابون وایستاده بودم. من دارم از غرب میرم به شرق، درست؟ این از غرب به شرقه؟ بله. من اینجوری برگشتم، درسته؟ 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 خب میخواییم مرور کنیم جنوب خیابون این وره. خب من صدار اینجا شنیدم. خب شما اینجا بغل این گلدونه وایسادی، درسته؟ خب خب پس من سمت راست هم شنیدم. خب پس چرا گفتی سمت چپه؟ نه گفتم سمت راست نشد. من اون اگر شما به پلیس هم برگشت هم گفتم اگر گلوله از روبرو میامد با از اینجایی که گفتن میامد باید به من میخورد. خدا پدرتو بیامرز، من اگه اسلحه داشتم اولین کسی که متوجه میشد شلیک کردم شمایی، باید به من میخورد. حالا بعد دومین نفر سومین نفری که بغل دست من وایستاده بودم، من اگر شما رو میدیدم یعنی اون لحظه میدیدم هیچ تعارفی با شما، اولا که اون موقع که نمیشناختم شما رو، الان ما هم دیگه آقا تعارف چی داشتیم؟ تعارف نداشتم. چیزی رو که تجربه کردم خودم اونو بیان میکنم. یه سوال کردم ازت، میخوام انصافانه جواب بدی. میگم کسی که تو این جمعیت برگشت گفت تیر اندازه شده، من و شما گوش کردیم طرف رو حق و انصاف صدای یه دونه سیگارت بود.
اما اون کسی که اومد تو این وسط گفت تیراندازی شد، شما چه ذهنیتی نسبت به این قضیه پیدا می‌کنید؟ من بعداً شنیدم از خود مامورین که اسلحه‌اش 767 یه چیز اینجوری اسم اینجوری گفتن. صداش به من گفتن کلاشینکوف بود، نمیدونم تفنگ بود، گفتم نه چون صدای تفنگ به اصطلاح یه مقدار بمتر از صدای کلته. به نظر من اول مثل ترقه بود چون پشتش هم یه جلزه بلزی داشت، که بعد افسر آگاهی برگشت به من گفت لباس مرحوم ندا پلاستیکی بود، گفتم نمیدونم، گفت امکان داره اون جلزه بلز مال لباس هم باشه. آیا شنیدین بگه من نمیخواستم اون رو بکشم؟ نه ایشون فقط میگفتش که نزنین منو، منو نزنین، من ندادم ایشون. این چیزا میگفت. بسیار این چیزی که شما شنیدید. من فقط تنها چیزی که ازشون خیلی من این مردم نگفتن آقا اصلش انداخته تو شمشاد. شما اگه اونجا بودی چرا گشتم پیدا نشد؟ حتی اگه یادت باشه دستتو کرده بودی توی جیب نگه داشته بودی، دست عجیب در نه، یکی دو نفر گفتن اسلحه تو جیبشه، دستتو در آوردن بود آقا. نه چیزی تو جیب در بود، یک کیف بود، پیدا کردن دو تا جوونی که پیرمش بود، بعد گفتن که افتاد انداختتش تو خونه، رفتن تو خونه پیدا کردن. آقا اگه من دستم اسلحه بود پس کو؟ یکی به من جواب بده آقا. آرش میگه من شنیدم که ایشون میگن که من نمیخواستم بکشمش. شما میگید که این جمله رو نشنیدید. ایشون هم میگه من این جمله رو نگفتم. اینجا کی راست میگه؟ یه نفر داره دروغ میگه. این دروغ میگه. ایشون دروغ میگه. شما دروغ میگید. یه نفر دروغ میگه. ستاره شما چی فکر میکنی؟ از این مقاله هر چیزی که فکر کردم برام سوال بود و گفتم. من میگم هم کتک خوردین، هم حواست به این بود که یکی داره با دوربین فیلم میگیره حرفه‌ای، همین که یکی از بغلتون رفته خبر کرده از اون. من میگم یادم چنجا میتونه حواسش باشه. اولا که وقتی که ایشون گذاشتن تو ماشین نداره بردن، من تا 10 دقیقه اونجا بودم. کسی که بغل دست من رفت، من به دلیل اون شرایط خاصی که اونجا داشتم نگاه میکردم حاشیه چیه. دقتم برای این بود که رفت، دقتم برای این نبود که تصویرش چیه، چه کار میخواد بکنه، ذهنیتش رو که نمیتونستم بخونم. که وقتی که شون برگشت 4-5 نفر رو آورد و شروع کرد با چوب زدن، اینا اتفاقاتی که افتاد توی لحظه اتفاق نیفتاد، زمان بود. پس این ذهنیت رو داشته باش که توی همه اتفاقات توی لحظه نیفتاد که ندا تیر بخوره، بعد مردم بیان منو بزنن، بعد من چشم ببینه چی داره چیکار میکنه. اینجوری نبود. نخیر. فکر میکنی کسی که به ندا شلیک کرده بود هنوز همونجا مونده بود؟ یعنی دلیل موندنت اونجا همین بود؟ من به خاطر حسم گفتم تیراندازی دوم هم میکنه. ترسیده بودی؟ نه. بعد این یه نفر، من ذهنیتم میگه، حسم میگه این یه نفر نبود. همون کسی که اول برگشت گفت تیراندازی کرد، این یه تیم بود. وقتی گفت این کارو بکنه که جمعیت رو بچرخونه، اون کسی که این کارو کرده از صحنه فرار کنه. میگن که آیا همه بسیجی ها موقعی که میرن مشغول انجام کارشون هستن کارتشناساییشون همراهشون میبرن؟ ما مجلس خود این مردمی داشتیم به مردم کمک میکردیم. شما من یه چیزایی رو دیدم شما ندیدی. من تو خیامون جنت آبا ساعت 9:30 شب دیدم یه خانوم رو برهنش کردن، اوریانش کردن، لباسش رو در بردن. کی کمک کرد؟ همین بچه های بسیجی کمک کردن این زن از دست اینو در بردن. من یه دیویدی دارم اونو ببینیم. اما این چیزی که باید نشونتون بدم، در واقع این تصاویر از کالبد شکافی گرفته شده. در تحقیقات و نتیجه پزشکانی مشخص شد که ندا از پشت گلوله بهش خورد و از جلو اومد بیرون. آرش میگه وقتی که اونجا نشست بالای سر ندا، گفتش که من دیدم که ندا از جلو تیر خورده و جای دیگه زخمی نداره. آرش لباس اون رو باز نکرده، چون من همه فیلم ها رو دیدم و کنار هم گذاشتم. من با پزشکای خیلی زیادی که با این مسائل آشنایی دارن صحبت کردم. اونا گفتن غیر ممکنه فقط با نگاه کردن به یه نفر بفهمید که از کجا تیر خورده. نه فقط آرش اونجا گفت که اون از جلو تیر خورده، ضمناً گفت که ریه و آرتش هم سوراخ شده. چطور؟ خب چطور این رو گفت؟ من قبلا هم گفتم تمام این سوالا رو میتونید از خودش بپرسید. اما در واقع شما قرار بود ما رو با هم بحث کنید. من پیغام براش گذاشتم جواب نداد.
If you're after the truth, then it doesn't matter. میگه وقتی که دنبال حقیقت هستیم، دنبال روشن شدن هستیم، فرقی